سلام بر یاران و دوستان همیشگی کانال لذت شطرنج. با گزارش و بررسی بازی های نامزد های قهرمانی شطرنج جهان در خدمت شما هستیم و بازی اول بازی دور نهم علیرضا فیروزجا و یان نپومینیاشی روس هستش. لازمه که خدمتتون عرض کنم من دیشب و دور قبل رو نتونستم پوشش بدم به دلیل حالا یک کسالتی که داشتم. امیدوارم که بتونم امشب لایو رو برگزار کنم و این گزارشم خوب از آب در بیا. شما هم با لایک هاتون با هر کاری که خودتون سلام میدونید از ما حمایت کنید. علیرضا بازی رو با حرکت اسب F3 آغاز میکنه. به نوعی توی این شروع بازی توی شروع این بازی میشه دید که علیرضا از شاخه های اصلی با نپو اجتناب میکنه، مثلا وارد E4 نمیشه چون میدونه که E5 رو بازی میکنه. پس با اسب خونه F3 آغاز میکنه، D5 B3 بولت تور داره با نپو بازی میکنه و نمیخواد شروع بازی های نپو رو تست کنه. لندن معکوس رو تقریبا شاهد هستیم، جس فیلد و گوش، گرفتن مرکز از سمت نپو، مهره ها به سادگی گسترش پیدا میکنن، انگار ساختار هندی شاه، حمله هندی شاه رو داریم با یک فیل توی خونه به درخ وارد E1 میشه. از لحاظ زمانی هم میبینید که علیرضا زمان زیادی رو صرف نکرده، H6 برای خالی کردن خونه H7 و E4. اینجا شاید اگر میزد جالبتر بود، تنش، حالا میگن تنش رو رفع نکن، ولی انجین ها در E4 رو میپسندن. علیرضا میگم به صورت بلیتس و اینا داره با نپو بازی میکنه که به یه وضعیت خوبی برسه. از وارد D7 میشه، فیل به دو. من از شروع بازیش راضی هم. اینجا نپو هم یه تصمیم عجیبی میگیره، حرکت D4 رو بازی میکنه، ساختار رو فیکس میکنه توی مرکز. شاید فیل F6 جالب تر بود. به هر جهت D4 بازی میشه، حرکت A4 مهیا ساختن خونه C4 برای این اسب. E5 حالا علیرضا میتونست اینجا از C4 فیل C1 F4 رو بازی کنه، ولی خب سریعا میره دنبال F4 و وزیر C7 بازی میشه. حالا اگر از C4 رو بیاد پیاده F4 زیر ضربه، پس وزیر F3 B6 کماکان خیلی خوبه. فیل H3 رو هم بازی میکنه، یک فشاری میاره، ولی نپو که حرفه‌ای هستش رخ رو به E8 میذاره. میدونه که اگر علیرضا این رو بزنه و بعد این رو بزنه اصلا به نفع نیستش و این فیل میاد اینجا، میاد توی خونه C7، بعدم پیاده رو پس میگیره و اصلا به نفع علیرضا نیستش. خب پس فیروزجا در این وضعیت اسب رو به C4 میذاره و فیل D6. اینجا اون جایی از بازی هستش که من این تصمیم علیرضا فیروزجا رو خیلی خوب درک نکردم. یعنی یک تصمیم صفر و صدی رو اینجا میگیره. البته اینجا نه، اول فیل C1 رو بازی میکنه، ببخشید، بعد از وزیر C6 اینجا رو خدمتتون عرض میکنم که یک تصمیم صفر و صدی رو میگیره و وضعیت رو خلاصه میکنه. ببینید سفید در E5 نمیتونه بزنه کاری رو پیش ببره و احتمالا باید F5 رو بازی کنه. ولی چرا فقط فیل در D7 نه؟ الان اگر بخوایم F5 بازی کنیم، خب سیاه میتونه فیلش رو بکشه عقب و این اسب از این فیل بهتر خواهد بود. پس میتونیم D7 رو یه بار بزنیم و بعد F5 رو بازی کنیم. حالا اتفاقی که اینجا میفته اینه که شاید علیرضا خب نخواسته که سیاه این فیل رو برداره، ولی خب اگر این فیل برداشته بشه، سفید به نظر من بهتره که این اسب رو داشته باشه. حداقل با دانش شطرنجی خودم دارم این حرف رو میزنم و یه چند جایی هم به این اشاره شده. حالا یه جاهایی شاید به فکر F6، یه جاهایی شاید به فکر G4 یا حتی اونور یه جاهایی بخوایم A5 رو بازی کنیم، بازی یه مقدار زنده باقی میمونه. اما علیرضا تصمیم میگیره که بعد از وزیر C6 جفت سوارها رو عوض کنه، بعد F5 و به قصد یک حمله فوق‌العاده علیه شاه نپو. اما نپو بازیکنیه که نشون داده در این مسابقات بهترین دفاعها رو پیدا میکنه و با مهره سیاه که در درد سر میفته میتونه از نظر سرها بگریزه و اینجا حرکت صحیح F6 رو پیدا میکنه و شاهش رو خیلی سریع فراری میده. میدونه که شاهش در جناح شاه امن نیست، یورش پیاده‌ای داره میاد، فیل ناهمرنگ هم از سفید میتونه به سرعت همه مهره‌هاش رو وارد بازی کنه، این رخ رو هم بیاره و بیاد یک حمله رو علیه شاه سیاه تدارک ببینه. پس نپو چیکار میکنه؟ شاهش رو میاره F7، میگه فرار. H4 شاهی 7 بازم فرار. و اینجا خب علیرضا متوجه میشه که اگر G5 رو بازی کنه این روند رو ادامه بده، حتی ریسکی هم برای خودش وجود داره. بعد از G6 جالبه که بدونید انجین ها اینجا سیاه رو زنده میدونن در بازی و میگن که خب سیاه میتونه بعدا رخش رو هم به چشم بذاره و الان شاه کسی هم اگه ضعیف باشه شاه علیرضا هستش. به هر جهت بازیش نمیکنه و رخی دو رو بازی میکنه، سیاه اون طرف رو هم میبنده. خب اینجا مهره ها رو به این سمت میاره و حرکت G5 هم از جانب علیرضا بازی میشه، فیل G8،
جدر F6 میزنه، فرقی هم نمیکنه، یعنی اون چیزی هم که در با مثلا انجین میگه جدر F6 بازم همین میشد، یعنی فرقی نمیکرد. این خیلی به حرکاتی که انجین میگه دقت نکنید، در این وضعیت وضعیت بسته ای هستش و معمولا انجین ها در وضعیت های بسته خیلی خوب به نتیجه نمیرسن و اینجا در نهایت فیروزجا میره یک قربانی تفاوت رو هم میده که یک پیاده رونده ایجاد کنه، وضعیت کاملا بسته هستش. میزنه میزنه و حالا رخ میاد اینجا، اگر این رو بزنیم وزیر کیش داریم فکر میکنم، و حالا چیزی که من فکر میکردم این بود که این بازی مساوی میشه اگر F6 رو میزد، اول رخ HF8، این هم قابل بازی، این هم ظاهرا مساوی. حالا بقیه انجین ها وزیر به خونه G7 میاد، ولی خب در هر صورت وزیر در F6 هم امکان جالبی بود که فیل رو به E1 میذاره و فیل رو مانور میده و اینجا بعد از یک سلسله حرکات نپو موفق میشه شاهش رو به خونه A6 ببره و دو بازیکن به تساوی رضایت میدن. و علیرضا هم میگفت من تو این بازی شانس آنچنانی رو نداشتم. واقعیتش هم اینه که بعد از رسیدن به یک همچین وضعیتی من فکر میکنم راه بردی به آن صورت وجود نداره. راههایی هم وجود داشت، مثلا ویشیانان میگفت چه میدونم به جای فیل G8 G6 رو بازی میکرد، بعد رخا رو میآورد این ور، فیلم هندی زیاد دیده، بعد دوتا رخش رو میکاشت اینجا B4 بازی میکرد، ولی چون این فیل و این رخ زنده نیستن ولی بعد از اینها میتونن برگردن به بازی، مثلا سیاه میتونه در نهایت فیلش رو از آدو خلاص کنه و رخش رو از اینجا برداره. من چیزی که توسط انجین ها بررسی کردم اینم نمیبرد، یعنی طرحهایی که آناندم میگفت بهتر بوده حتی اونا هم نمیبرد. یعنی حالا نمیدونم، کسایی شاید باشن اینجا که بخوام با انجین های خیلی قدرتمند بررسی کنن چیزی رو پیدا کنن برای سفید، ولی اون جوری که نپو بازی کرد دید حرفه ایش رو به شطرنج نشون داد. بریم بازی بعدی که بازی ویدیت و هیکارو ناکامورا هستش که در این سرنوشت این مسابقات نتیجه مهمی بود رو هم با هم دیگه ببینیم. ویدیت با ایچار آغاز کرد و شاهد شروع بازی ایتالیایی شاخه دو اسب بودیم و حرکت چیش از سمت ناکامورا. ناکامورا که دید ویدیت مقابل گوکش دیدین اینجا با ویدیت آشیش رو بازی کرد، اینجا هم ناکامورا اومده چیش رو بازی کرد، گفت خب اون تونسته اینجوری باش بازی کنه منم میتونم، و حرکت دشیش و بعد از اون G5. یک سیستم بسیار ریسکی، یک آرایش بسیار ریسکی رو داریم که سیاه میخواد فیلش رو به G7 بذاره و بازی های تاکتیکی رو انجام بده، از T2 فیل G7 مانورهای مشهور ایتالیایی رو در اینجا میبینیم. اسب هم وارد خونه C4 میشه، فیلی 6 رخی یک سفید قصدش اینه که در نهایت یک D4 رو بازی کنه، H3 رو هم بازی میکنه که اینجاها رو پوشش بده، وزیر D7 فیل D2 سفید مختصرا بهتره ولی خب چیز آنچنانی نیست. B6 اینجا چیزی که آقای ناکامورا میگفت این بود که من از زمانم خوب استفاده نکردم، B6 رو خیلی زمان سرش گذاشتم، حالا خیلی هم زمان سرش نذاشته بنده خدا، میگه 20 دقیقه ولی 10 دقیقه فکر کرد. فیلادو حالا علیرضا رو چی میگفت؟ اسپچ 5. اسپچ 5 انتخابیه که ویدیت میگفت اصلا ازش خوشم نیومده، یعنی برای خودش که خوشش اومده ولی از لحاظ وضعیتی میگفت اینجا شاید G4 یا وزیر C8، این دو تا حرکت رو ویدیت بعد از بازی هم نشون داد که امروز محاسبات بهتری رو از ناکامورا داشته و ناکامورا این شاخه رو بیان کرد ولی ظاهرا اتفاقی نمیفته و بعد از اون D5 همون چیزی که ویدیت میگفت، حالا F5 هم داره میاد و وضع ناکامورا میتونست جالب بشه اینطوری اگر با سیاه بازی میکرد، ولی در هر صورت بازی نکرده و بعد از این حرکات اسب رو به H5 میذاره. حالا اسب E3 تعویض ها صورت میگیره، خونه های سفید رنگ مقداری ضعیفن، سیاه اسب رو میذاره E7 که D5 بازی میکنه، شاید اسب F4 با ایده D5 بهتر بود، اسب E7، حالا سفید D4 رو بازی میکنه، اینجا بازم D5 رو انجین ها بهتر میدونن، یک سری تعویض صورت میگیره. اینها هم جالبه، حالا ناکامورا میره دنبال طرح رخ C8 ولی اسب F4 اسب E6 شاید بهتر بود، رخ C8 رخ A3 میبینید که ویدید رخش رو از آدو میبره A3، بهبود اوضاع سوارها و حرکت جالب ناکامورا، حرکت 3-5 که بازی رو باز میکنه. ناکامورا هم شاید حالا به دنبال برد بوده، هم انتقام دور رفت رو بگیره از ویدیت، همین که یکم خودش رو به صد نزدیکتر کنه، شاید هم نه فقط فکر کرده که اگه 3-5 بازی نکنم وضعم خوب نمیشه. ویدیت میزنه و اینجا شاید حرکت اسب F4 جالب تر بود یا به در 3-5 حتی، و الان اگر فیل در A5 الان از 3-6 حرکت بسیار جالبی بود و پیاده E5 رو میگرفت. البته شاید فیل در A5 نمیزد و ایشون هم از G4 بازی میکرد که سفید هم میتونه این ور و هم اون ور رو داشته باشه. خیلی میگم وارد تحلیل ها نمیشم، اسب F4 هم بهتر بود ولی خب
ناکامورو با رخ میزنه و بعد از این اتفاقات به 4 بازی میشه و اینجا یک انتخاب عجیب که نمیزنه توی این و بعد از اون رخ 3-8 رو بازی کنه. حالا چیزی که انجین ها میگفتن اینجا سفید یه مختصری رو میگیره، ولی خب مختصره دیگه، خیلی زیاد نیست. ولی میاد چیکار میکنه؟ رخو برمیگرده 3-8 بعد به 4 و میره 3-8 و یه پیاده رو میزنه ویدیت. حساب کرده بود که پیاده E5 رو میتونه بگیره. اینجا نباید میگرفت، باید رخ 3-8 رو بازی میکرد و بعد از SG4 D4 اینا یه بازی رو میداشت. حالا بالاخره در هر صورت تموم نیستش کار. اما استر E5 رو میزنه و بعد از فیلدر E5، فیلدر E5 خیلی ساده ناکامورو گفت که اصلا استر D5 رو ندیدم. این تاکتیک بسیار ساده. چرا؟ چون ذهنش همش روی SG4 بوده که اینجاها نبازه، گفته بود فیل G7 بازی رو نگه میدارم، ولی خب استر D5 رو ندیده بود و ویدیت یه پیاده کامل رو شکار میکنه و اوضاع خیلی بده، حالم بده، اصلا همه چی بده. یه وزیر D7 بسیار زیبا رو هم میاد ویدیت با حمله به F7، بعد از وزیر B2 وزیر رو میذاره F5 و یک حرکت دیگر رو هم ناکامورا بازی میکنه و بعد از این قربانی خیلی ساده سفید میبرد، چون بعد از این اتفاقات شاه رو اگر از اینجا بذاری از D7 مات میشه، اگر هم این ور بذاری از F7 الان دیدم که میزنه کیش 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 چاکیش بده. آها، بعد از حالا رخی 4 الان دیگه تمام، مجبور کیش بده رخو بزنه تقریبا، ولی بازم مات، اینجوری ماتش میکنه. پس این سفید این بازی رو میبره و بریم ببینیم در صدر جدول چه اتفاقاتی رخ داده. در دور هشتم رو هم یک مروری براتون داشته باشم. گوکش در یک بازی بسیار زیبا تونست ویدیت رو مات کنه. این وضعیت آخر بازی، فقط اون بازی رو توی لایف خدمتتون تا حدودی بررسی کردم. فوق‌العاده زیبا بازی کرد گوکش، به صدر جدول خودش رو برگردوند. هیکارو ناکامورا یه بازی رو تونست از کاروانا ببره که برنده نبود. ببینید خیلی بازی های روانی تاثیر داره. مثلا ناکامورا مقابل ویدیت دوتا رو باخت در حالی که اونجوری ضعیفتر از ویدیت نیست. کاروانا رو هم هی داره میبره با سفید، یعنی هر چی سفید بهش خورده بردتش و شانس کاروانا رو کمتر کرد. نپو نتونست عباسوف رو با سفید ببره برخلاف انتظارها. راگ و علیرضا هم مساوی شدن. در دور نهم هم که دیدیم ویدیت ناکامورا رو برد، گوکش پراگ مساوی، علیرضا نپو مساوی، کاروانا هم نتونست از عباسوف ببره. در رده بندی ما داریم که گوکش 5.5، صدر نپو 5.5. اگر مثلا این دوتا بازیکن همینجوری اختلافشون همین بمونه و اختلافی نداشته باشن، اتفاقی که میفته اینه که در نهایت تای بریک بینشون برگزار میشه. اگر این اتفاق بیفته پراگ با 5 امتیاز در تعقیب ناکامورا، ویدیت، کاروانا هنوز شانس دارن. علیرضا 5 تا بازی باقی مونده، 2 امتیاز اختلاف داره با صدر جدول. فرض کنیم اگر در این مسابقات 8 اول بشه، علیرضا باید 4 برد و 1 مساوی بیاره که خیلی نتیجه بعیدیه. پس زیاد امیدی نداشته باشیم، چون بعضی وقتا امید الکی باعث میشه که آدم توقعات عجیب غریبی رو داشته باشه. اما امشب بازی های مهم رو داریم دوباره. ناکامورا باید عباسوف رو بزنه که برگرده به صدر، کاروانا باید علیرضا رو بزنه تا بتونه برای مقام بجنگه، علیرضا هم به همین شکل. پس بازی بسیار جنگنده ای رو خواهیم داشت. نپو گوکش مسافه دو صدر نشین و مسابقات فوق العاده مهمه، 5.5 امتیازی های جدول. نپو با سفید میاد که گوکش رو ببره و فاصله رو بندازه با جدول. پراگ هم با ویدیت بازی داره که حالا جفتشون شانسایی رو دارن برای فتح این مسابقات. امیدوارم که ویدئوی بعدی نشده باشه، شما هم از ما حمایت کنید، از شطرنج و زندگی هم لذت.